بیانیه استرون استیونسون رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا درباره انتخابات عراق، تقلب‌های گسترده مالکی و دخالت نیروی قدس رژیم ایران برای رسیدن مالکی به دور سوم نخست وزیری. وقایع هفته‌های گذشته بار دیگر این حقیقت را به اثبات می‌رساند که نوری مالکی با ایجاد یک حکومت خودکامه تمامی ابزارها را برای اعمال نفوذ در انتخابات و تغییر نتایج به نفع خودش به کار گرفته است. انتخابات در حالی برگزار می شود که مالکی فرمانده کل قواست و همه نیروهای نظامی و انتظامی بدون هیچ گونه کنترل قانونی تحت اراده شخص مالکی است. بیش از 4 سال است که او با نقض توافق اربیل به طور مستقیم مسئولیت وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت امنیت و سرویس مخابرات را بر عهده دارد. همه نقاط کلیدی را با افراد وابسته به خودش اشغال کرده و با اعمال نفوذ در قضایه استقلال آن را لگدمال و آن را تحت کنترل مستقیم سیاسی خودش درآورده است. پارلمان عراق سال گذشته قانونی را تصویب کرد که طبق آن هیچ یک از 3 منصب اصلی نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس مجلس نباید بیش از 2 دوره 4 ساله در دست 1 نفر باشد. اما مالکی با اعمال نفوذ در دستگاه قضایی این قانون را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. در حالی که چنین اختیاری در قانون اساسی برای دستگاه قضاییه در نظر گرفته نشده است. مالکی با اعمال نفوذ در کمیسیون مستقل انتخابات در ابعاد زیادی آن را تابع سیاست‌های خود کرده است. گزارش‌های زیادی از عراق می‌رسد که نشان می‌دهد مالکی صدها میلیون دلار برای خرید برگه‌های رأی اختصاص داده است. این برگه‌ها بین 300 تا 5000 دلار توسط عوامل مالکی خریداری می‌شود و برای بیش از 1 میلیون نیروی نظامی، امنیتی و پلیس 2 کارت الکترال اختصاص داده است تا در روز 30 آوریل 2 بار برای مالکی رأی بدهند. انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که 10000 زندانی سیاسی شامل زنان در سراسر عراق به بهانه تروریسم در بدترین شرایط به سر می‌برند و عراق به لحاظ شمار اعدام‌ها در رتبه بعد از رژیم ایران قرار گرفته است. علاوه بر سرکوب عمومی، اهل تسنن عراق با یک نسل‌کشی جنایتکارانه از سوی مالکی مواجهند و سنی‌های ضد مالکی از یک تبعیض نهادینه رنج می‌برند. رژیم ایران با تمام قوا تلاش می‌کند مالکی را برای 3 بار به نخست وزیری برساند. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی تروریستی قدس به طور مستمر در رفت و آمد به عراق است. او تلاش می‌کند از طریق تقلب و رأی‌سازی برای مالکی با بکارگیری ماموران عراقی‌اش و نیز با اعمال فشار روی سایر احزاب سیاسی برای پذیرش دور 3 نخست وزیری مالکی این سیاست را به اجرا بگذارد. این در حالی است که احزاب سیاسی عراق اعم از شیعه، سنی یا کرد با دور 3 نخست وزیری مالکی مخالفند. آمریکا، ملل متحد و اتحادیه اروپا نباید در برابر چنین ظلم و دستکاری انتخاباتی سکوت کنند. تنها راه برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه این است که سازمان ملل تمامی روند انتخابات را نظارت و تضمین کند که از تقلب مالکی جلوگیری می شود. استرون استیونسون، رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا.